بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ساعت مقدس حضرت امام سجاد علیه آلاف و تحیید و سنا در دعا 54 در رابطه با رفع هم و غم و حزنهایی که انسان در زندگی گرفتارش میشه دعایی ارائه میکنند. این دعا علاوه بر این که در این موضوع انشاء شده که تاریخ به شیوه درخواست و از خداوند برای رفع هموم باید چه شکل باشه، معارف بسیاری در قالب دعا حضرت بیان می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا فارج الهم و یا کاشف الغم. هم یعنی اندوهی که بسیار برای انسان مهم هست و تمام ذهن انسان و وجود انسان رو در خودش فرو میبره. غم یعنی اندوه و ناراحتی درونی که انسان را دچار یک بحران باطنی میکنه و انسان رو در خودش متوقف میکنه. لذا نه حال سخن داره، نه حال کار داره، نه صورتش بازه، بلکه در همه غم آدمو پژمرده میکنه. دیدید بعضی از پدیده ها، بعضی از اشیا وقتی آب بهشون نرسه این پژمرده میشن. انسان هم به یه حالتی از ناراحتی میفته که پژمرده میشه، اینه بهش میگن غم. فرقش با هم اینه که هم پژمردگی نیست، بلکه اصلا دلمردگی است. یعنی دل انسان پر از ناراحتی میشه، گویا انسان شده یک صندوقچه ای از ناراحتی که درش 10 قلفم زدن، بازم نمیشه. مثل این که انسان گرفتار یه شب تیره و تاریه که هیچ راه فراری هم ازش نیست. لذا برای هم فارج میارن، برای غم کاشف میارن. میگن یا کاشف الغم، یعنی ای کسی که این غمی که باعث فش این
فشردگی ذهنی ما شده، این ناراحتی شده، ما رو تو خودمون به بنبست رسونده. شما کشف کنید، اینو باز بکنید. و ای کسی که میتوانی هم ما را که دل ما وجود ما را دیگه بسته، ما را متوقف کرده، اینو واکنی، فارج یا فارجل هم و یا کاشف الغم. بعد میگه خدا تو اینطوری که تویی که میتونی کشف غم کنی و فارج هم باشی. یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما. هی کسی که تو دنیا و تو آخرت رحمتت، مهربانیت، لطفت، عنایتت هم بسیار زیاده، رحمان صیغه مبالغه، هم ثابت، رحیم صفت مشبهه. صل علی محمد و آل محمد. خدایا اول دعایی که میکنم من بعد از این خطاب این هست: خدایا درود فرست بر پیامبر و آل پیامبر، چنانی که خودت این کار میکنیم و ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. منم به تبع شما اول درود بر اونا میفرستم. بعد حدیث داریم اگر انسان چیزی از خدا بخواد اول صلوات بفرسته، آخرم صلوات بفرسته، این وسطه دعا بکنه دعاش مستجابه، چون خدا اکرم از این هست، بزرگتر از این هست که اول آخر یه چیزی رو بپذیره اون وسطه رو نپذیر. صلی الله علی محمد و آل محمد. فرج و فرج همی. خدای این هم، این غم که سراسر وجودم رو گرفته و تیر و تار کرده روزم، واه کن، به صبح آسایش برسان. وکشف غمی، این غمم که شده یک بلایی که تمام وجودم رو دچار غمبستگی کرده، ناراحتی کرده، اینو کش کن، وا کن، آب رحمتت بر وجودم نازل کن. یا واحد، ای کسی که اولینی و یا احد و یگانه ای. واحد و احد فرقشون اینه، اینا از یه ماده هستن. شما کتاب فروق الله رو بخونید، خدمتون که عرض خونم، میگه فرق واحد و احد با این که از یه ماده هستن، ماده وحد، خدمتون که عرض خونم اینه که واحد یعنی انتظار ثانی هم داریم. ولی چرا به خدا میگن واحد با این که ثانی هم هست؟ به این خاطره که خدا اول بوده، دیگران ثانی هن، بعدن پدید میان توسط او. اما احد یعنی یگانه، بی همتا، که اصلا هیچ همتایی نداره، ثانی، نسخه بدل نداره. احد یعنی. یا صمد، صمد به معنای بی نیاز از دیگران و رافع نیاز دیگران هست. ای کسی که بی نیازی و نیاز دیگران رو تو مرتفع میکنی. یا من لم یلد و لم یولد، ای کسی که نه زایش ذاتی داری و نه از کسی زاییده شدی. چون اگر کسی زایش داشته باشه از خودش، این نشان از این داره که این فردی که متولد شده، این نسخه کوچک اون قبلیه، در حالی که خدا اینطور نیست.
اینی که بگن حضرت عیسی فرزند خداست درست نیست. و یه نکته دیگه این هستش که وقتی یک شیء از شیء دیگری متولد میشه، اون مولد به نحوی محتاج این متولده از هر حیث. لذا میگه لم یلد ولم یولد، و از اون طرف هم از کسی متولد نشدی، چون اونم که متولد میشه به نحوی وابسته به اون شیء مولده. ولم یکن له کفوا احد، به هیچ همتایی نداری. کف یعنی همتا. اعصمنی، خدایا مرا نگه بدار. معصوم یعنی کسی که خودشو از هر خطا نگه میداره. اسمت هم بر دو نوعه، اسمت علمی و اسمت عملی. معصومین هم اسمت علمی دارن هم عملی، اما دیگران میتونن اسمت عملی داشته باشن، مثل حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت ابوالفضل، اما اسمت علمی ندارن، میتونن خطا هم بکنن از جهت علمی، بل در اعلا مراتب اینا هستن، اما مثل اهل بیت نیستن، مثل معصومه علمی نیستن. میگه خدایا مرا حفظ کن از خطا و تحرنی، و اگر خطا هم کردم پس یکیش پیشگیری اسمنی و یکیش چیه؟ ها، درمانه. و تحرنی، و مرا تاهر کن این آلودگی هایی که دارم دیگه تمام بشه خدایا. و ذهب به بلیتی، بلیه یعنی گرفتاری، اون باشم چه باهیه؟ اذهب به بلیتی، با تعدیه هست دیگه، یعنی این بلاهایی که این گرفتاری ها، این چالش هایی که من تو زندگی دارم، خدا یا ببر اونها رو برطرف نما. تا اینجا که خونده شد، اون وقت حضرت میفرماد یه آیه الکرسی بخونید، یک بار سوره فلق، یک بار سوره ناس، و یک بار هم قل هو الله احد. اینم بخونید وقتی که این تا اینجا آمدید، این هم رو قرائت کنید و اینو بفرمایید: اللهم انی اسالک سؤال من اشتدت فاقته. خدایا من از شما یه درخواستی دارم. سؤال، این مفعول مطلق نوعی میشه، سؤال کسی که تمام بیچارگی هایی که میشه سرش بیاد آمده. من اشتدت فاقت، و فاق یعنی بیچارگی، شدت، گرفتاری، کسی که گرفتاری شدیده، به نهایت رسیده. و ضعفت قوتو، توانی هم نداره. اینجا ضعف یعنی عدم. و کثرت ذنوبو، و از اون طرف گناهانش هم بسیاره. میگه خدا یا این درخواستی و تقاضایی از شما دارن، تقاضایی همچین فردیه که جسم ضعیف، بیچارگی بسیار، گناهانم فراوان. این گناه ها باعث این میشه که من از شما دور باشم، ولی خدا این بیچارگی ها اطرافم گرفته و این ضعف قوت توان را از من نگرفته، فقط خودت باید یاری بکنی. سؤال من لا یجد لفاقت ای مغیظا، سؤال کسی که برای رفع بیچارگیش هیچ فریاد رسی جز شما پیدا نمی کنه. بلا لضعفهی مقویا، سؤال کسی که برای رفع ضعفش هیچ تقویت کننده ای جز شما پیدا نمی کنه. بلا لذنبهی غافرن غیرک، و برای رفع گناه هیچ کس جز شما پیدا نمی کنه.
کی میتونه گناهان ما رو ببخشه جز خدا؟ یا ذل جلال و الاکرام، ای صاحب جلال جبروت و لطف و عطا. حالا انسان ضعیف اینطور، بیچارگیش اینطور، غفرانم فقط به دست خداست، انسانم گناه فراوان کرده. میفرماد اسألو که عملا تحب بهی من عمل به، خدایا به من یک کمکی کن که عملی کنم که محبوب شماست. مثل نماز شب، نماز شب انسان رو بیمه میکنه. دیدید برخی از طلاب میگن آقا ما گاهی مبتلا به گناه میشیم، مال اینه که نماز شب نمیخونن. آدم که نماز شب بخونه حیا پیدا میکنه. انسانی که نماز شب خوند، دل شب با خدا انس گرفت و با خدا نجوا کرد، خودش همیشه در محضر خدا میدونه و در محضر خدا دیگه گناه نمیکنه. افسوس که عمر خود تباهی کردیم، صد قافله گناه راهی کردیم. در دفتر ما نماند یک نکته سپید، از بس به شب و روز سیاهی کردیم. اگر میخواییم دنیا و آخرت محبوب خدا باشیم، اهل نماز شب باشیم. نماز شب آدم رو بیمه میکنه. و یقینا تنفع بهی من استیقن بهی حق الیقین فی نفاق امرک، و خدایا تو دلم یه یقین بگذار به وجودت، به عظمتت، به اشراف وجودت بر زندگیم. به من یه یقین بده خودم همیشه در محضر شما بدونم و در محضر شما این معرفت که پیدا کردم در معذرت با این یقین دیگه مبتلا به گناه نشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وقبض علی الصدق نفسی، خدایا اگر منو میخوایی بمیرانی دیگه لحظات آخره، من رو از طائفه ای قرار بده که اهل صدق و صفا هستن، اهل ایمانن، اهل بیدینی و کذب و درویی و جدایی ازت نیستن. دیگه داره گذر پوست به ده با خونه میفته. وقف به علی صدق نفسی وقت امین دنیا حاجتی، دیگه دنیا گرایی بسمه. این رأس کل خطیئه حب دنیا، این حب دنیا ما رو زائل کرد، ما رو از بین برد، زمینگیرمون کرد. خدا این حب دنیا از دلم دور کن، نیازمند دنیام نکن. واجعل فی ما عندک رغبتی شوقا الی القائک، خدایا یک کاری بکن که بینش من و شما یک عهد محبت و رغبت ایجاد بشه که من بیش از آنی که دنیایی باشم عرشی باشم، شوقا الی القائک برام باشم. و حبلی صدق توکل علیک، خدایا به من یک اتکا و اعتماد راستین به خودت بهم عنایت کن. اینطور نبیشه در زبان بگن، در عمل این معنا محقق بشه. گاهی انسان در زندگی این قدر فضای زندگی اون رو جذب میکنه، بلکه دنیا او رو در خودش هضم میکنه،
که دیگه از فضای پیش رو خودش که مرگ و آخرته دیگه باز میمونه. اینقدر دنیا سر او رو در باطلاق خودش فرو میکنه، با شهوت، شهرت، ثروت، قدرت، که دیگه سرشو بالا نمیاره بالاتر از دنیا ببینه، خدا رو ببینه، معنویات رو ببینه. چنون دنیا او رو در متن خودش، در باطلاق خودش گرفتار میکنه که دیگه انسان اصلا فکر این دیگه نمیکنه، تسلیم دنیا میشه. میگه خدایا یه کاری بکن که من گرفتار دنیا نشم، بلکه آزاد باشم از دست دنیا و شوق به قرب تو داشته باشم. عزیزان، اگر شما یه وجب به طرف دنیا، دنیا یک کیلومتر شما رو میبله. اگر شما فضا رو برای گناه باز بکنید، اینطور نیست که گناه دست از سر شما بکشه. گناه گناه میزاد. یه گناه وقتی نگاه میکنید میدید بعد از مدتی 10 گناه دیگه کنارش متولد شده. اون وقت انسان میخواد بیاد بیرون، ببینه خیلی کار سختی است. بهترین راه برای حل مسئله گناه اینه که انسان گرد گناه نگرده از همون ابتدا. انسان با گناه به هیچ جا نمیرسه، بلکه به تنها جایی که میرسه دوری از خدا و سقوط در باطلاق گناهان دیگر هست. بذار باید خیلی مواظب کرد گرد گناه نرفت، نه خود به سمت گناه رفت، نه گذاشت گناه به سمت انسان بیاد. بهترین عامل حفظ انسان خود در محضر خدا دیدن هست. اگر انسان خودشو در محضر خدا دید، در محضر خدا هیچی از گناه نمی کنه. اما مشکل ما اینه که خدا رو قبول داریم، خودمون رو در محضر خدا نمی دونیم که هر کاری که میکنیم، چه ظاهر چه باطن، چه آشکار چه نهان، در محضر خدا هستیم. و با گناه انسان خودشو مفتضح میکنه. این علاق جسمانی، این علاق دنیایی انسان را وادار به گناه میکنه، مست دنیا میشه اما مفتضح درگاه خدا. مستی ز علایق جسمانی، رسوا شده ای و نمیدانی. انسان این بلا به روزش میاد. خداوند انشاءالله همه ما را از شر نفس اماره نجات بده، ما را در طریق عبودیت الهی ثابت قدم ببره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على